دوستان گرامی، همونطور که در بخش خبر هم اعلام شد، امروز در مورد انتخابات رژیم با میهمان این هفته ایراوا آقای رضا شمس گفتگو خواهم داشت. نوشته جدید آقای شمس با عنوان آیا انتخابات رژیم را تضعیف یا تقویت می‌کند بهانه شد تا امروز در خدمت ایشون باشم. آقای شمس سلام می‌کنم خدمتتون، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ایراوا گذاشتید و روز پدر رو هم بهتون تبریک میگم. من هم متقابلا تشکر میکنم از این که دوباره من رو دعوت کردید و به سهم خودم از به پدرای ایرانی روز پدر رو تبریک میگم. آقای شمس، قبل از که وارد موضوع بحث امروز بشیم، میخوام صحبت رو با حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق شروع کنم که فکر میکنم بی ربط با موضوع بحث هم نباشه. همونطور که شنوندگان ایراوا هم میدونن، دیروز ده‌ها موشک 107 میلیمتری به روی لیبرتی شلیک شد که در جریان اون 2 نفر کشته شدند، 70 نفر هم زخمی شدند. می‌خواستم ازتون بپرسم آیا این حمله با توجه به زمان بندیش، یعنی همزمانیش با نمایش انتخابات رژیم، بیانگر چی هست و فکر می‌کنید با چه هدفی انجام گرفت؟ والله خدمت شما عرض کنم که اگر این خبر رو در کنار یک خبر دیگه‌ای که شما هم گویا خوندی در بخش خبرتون قرار بدیم، و اون هم چیزی نیست جز خبر یورش و دستگیری به اصطلاح خانواده های اشرفی ها در داخل ایران، به خصوص کسانی که در سال 60 زندانی بودند. این دوتا رو اگه در کنار هم قرار بدیم، این معنی رو میرسونه که از اونجایی که رژیم معمولا در نمایش انتخابات مجبور میشه یک کم تور اختناق رو به اصطلاح شل کنه، خب نیروهایی که در داخل ایران هستن و به نحوی با مجاهدین ارتباط دارن، یک زمینه پیدا میکنن که اونجا فعالیت‌هایی انجام بدن و در واقع این موشک پرانی یک اختاری بود در وهله اول به اونها، که حالا که ما یک ذره مثلا کوتاه اومدیم و ظاهرا داریم حماسه سیاسی میسازیم، فکر نکنید که خط ما در رابطه با شما عوض شده. و یک پله بعدتر یک پیام عمومی داره به همه مردمی که احتمالا توی خیابونها خواهند رفت، به خصوص جوانها، که حواستون جمع باشه که فکر نکنید که توی خیابونها خبری هست، نظام همونه، سرکوب هم سر جاش هست. من فکر میکنم این پیام اولیه و خیلی به اصطلاح واضحش هست. البته میتونه پیام های دیگه هم داشته باشه، از قبیل عصبانیت خامنه ای، از اوضاع رژیم، و اتفاقا توی همین انتخابات هم ما میبینیم که چجور باز جناحبندی های رژیم سر باز کرده و خب خامنه ای برای فرو نشوندن عصبانیتش میخواد حداقل از اینها انتقام بگیره، چون یکی از عواملی که رژیم به این حد از هم پاشیدگی رسیده همین مجاهدین هستن. البته به نظر میاد که خامنه ای که به سرعت انتخابات رو تمام شد، پایان شده اعلام کرد و به دور دوم منظورم از کشیده نشد، همونطور که شما گفتید میتونه ترس از تکرار قیام 88 هم باشه. آقای شمس، میخواستم در رابطه با تقلباتی که رژیم انجام میده یکم با هم صحبت کنیم. به قول خودشون مهندسی انتخابات. طبق معمول خب این مهندسی در تمام دوره‌های مختلف انتخاباتی انجام میشه و با توجه به پیشینه رژیم در آمارسازی، فکر میکنید آیا اعلام این که روحانی 18 میلیون رأی آورده، این اعداد و ارقام قابل اعتماد هستند؟ اگر بخوایم ما به شکل کلی به مسئله نگاه کنیم، منطقا ما نمیتونیم به آماری که رژیم میده در واقع استناد کنیم. دلیل منطقیش هم خیلی واضح هست که اگر که ما بخوایم به این آمار و ارقام استناد کنیم و اونها رو بپذیریم، لاجرم باید بپذیریم که رژیم دست به آمارسازی نمیزنه. یا به بیان دیگه، رژیم هیچ وقت انتخاباتش مهندسی شده نیست. در صورتی که شما اگر از ابتدای همون سال 58 هم نگاه کنید، رژیم به نحوی همیشه انتخابات رو مهندسی کرده، حالا یا با توی مرحله گزینش و تایید صلاحیت ها این کار رو کرده، یا در پروسه رأی گیری این کار رو کرده، و قطعا سر صندوق های رأی هم این کار و آمارسازی انجام میشه. چرا؟ چون از اونجایی که هیچ ناظر خارجی هم نیست که به اصطلاح به عنوان یک نظر سوم
قابل استناد باشه که تأیید کنه که آیا این آمار درست هست و نیست و این آماری است که صرفا خود رژیم میده و در این حال هیچ نهاد نظارتی هم نیست در ایران که خارج از اتوریته و دسترس خود رژیم باشه. در نتیجه با توجه به این دلایل اساسا اتکا به این آمار و ارقام و افتادن توی این به اصطلاح دامی که رژیم پهن میکنه که گویا حالا 80%، بعضی وقتا 70%، بعضی وقتا 60% مردم توی انتخابات شرکت میکنن، این از اساس غلط هست. من تا اینجا توی پرانتز من باید یک چیزی رو به اصطلاح بیان کنم و اونم اینه که ببینید این انتخابات ها معمولا وقتی مهندسی میشه به همون شکل مهندسی شدهش توی رسانه ها و بوق های تبلیغاتی رژیم هم مطرح میشه، به خصوص رسانه های خارجی و بوق های فارسی متعلق به کشورهای خارجی هم معمولا اون آمار و ارقام رو به نقل از رژیم انعکاس میدن با آب تاب بیشتر، با آب تاب شاید هم بیشتر یا کمتر. در نتیجه برای کسانی مخاطبانی که تحت تأثیر رسانه ای خود رژیم و این رسانه ها هستن، این آمار و ارقام حکم این رو پیدا میکنه که گویا این یک چیز درستی هست و هیچ شکی توش نیست، پس آمار درست هست. یک موضوعی که اینجا مطرح است اینه که این مهندسی انتخابات ها توی تاریخچه جمهوری اسلامی همیشه بوده و معمولا توسط دو جناح انجام شده، یعنی هم جناح خط امامی و اعوان و انصار و هم جناح خامنه ای. و وقتی که چنین حالتی داشته باشه انعکاس رسانه‌ای داخل و خارج یکی هست، یعنی هر دوتا یک آماری رو میدن و در نتیجه ایرانیانی که تحت تأثیر این رسانه ها هستن، حتی در صورتی که مخالف رژیم هم باشن و خارج کشور خودشون اپوزیسیون رو هم بدونن، لاجرم این آمار و ارقام رو توی ذهنشون جا میندازن و میپذیرن و نتیجه هم که رژیم از اون بخواد بگیره اینه که مثلا مردم با منن، حد اکثر مردم چشمشون به همین رژیم هست، تغییر رو نمیخوان، سرنگونی رو نمیخوان و همین نتیجه گیرهایی که ما میبینیم عوامل و دنبالهای رژیم توی خارج کشور میگیرن. حالا حالت سوم اینه که گاهی اوقات بین جناها درگیری هست، یعنی وقتی که این انتخابات مهندسی هم میشه، آمار و ارقام مهندسی میشه، یکی از این جناها بازنده در میاد. اونجا هست که ما درصد بیشتری از مردم به اصطلاح میپذیرن که این تقلب شده مثل سال 88. چرا؟ چون اون کور رسانه‌ای خارج که مثلا آهنگ رژیم رو معمولا انعکاس میده بیشتر تمایل به اون جناح دیگه رژیم داره که همون جناح خط امام و حالا اصلاح طلب باشه. در نتیجه ما میبینیم که میتونیم اینجور نتیجه بگیریم که آمار و ارقام این رژیم اساسا قابل اتکا نیست، به دلیل اینکه این رژیم از ابتدا همواره انتخابات رو مهندسی کرده و آمار و ارقامش رو. خب چرا دست به تقلب میزنه آقای شمس؟ خب برای اینکه آمار رو بالا ببره و بگه که مردم من رو میخوان، مردم طرفدار منن، مردم منافع خودشون رو در چارچوب همین نظام میبینن و جستجو میکنند. خواستم نتیجه گیری بکنه و اونم اینه که از اونجایی که در هر حال توی این نظام همیشه انتخابات مهندسی شده هست، این آمار و ارقام تا زمانی که یک منبعی قابل اعتبار مثلا چیزی به نام سازمان ملل نظارت نکنه بر این آمار و ارقام، اساسا رفتن تو این که سر اینها بحث کنیم که آی مردم رأی دادن یا ندادن، از اونجایی که قابل استناد نیست و قابل اثبات هم نیست جز منابعی که خود رژیم اعلام میکنه، چون جز اعداد و ارقامی که رژیم اعلام میکنه، این رفتن توی این روند به نظر من اشتباه است و رژیم هم در هر حال مهندسی میکنه آمار رو، منتها اگر دو جناح با همدیگه توافق داشته باشن سر مهندسی و آمار و ارقامی که اعلام میکنن، این مسئله تعداد بیشتری از ایرانی ها رو فریب میده، به دلیلی که رسانه های خارج کشور فارسی زبان اینها بخشی میشه گفت یه بخش معینی از افکار عمومی جامعه ایران رو میسازن و وقتی اینها هم به اصطلاح همون چیزی که رژیم انعکاس میده رو انعکاس بدن، در نتیجه بخش بیشتری از مردم باور میکنن. ولی در صورتی که این مهندسی و آمار و ارقام به اصطلاح به نفع یکی از جناها نباشه
که از حادثه 88 ما این رو داریم، این مسئله تا حدودی کمتر مورد پذیرش تعداد کمتری واقع میشه، ولی به لحاظ کلی این آمار و ارقام اساساً چیزی نیست که بشه بهش استناد کرد یا حالا بیای ردش کنی یا تاییدش کنی. آیا این تقلبات ربطی به قیام‌های مردمی هم داره، به اعتراضات داخل کشور؟ یعنی برای سرپوش گذاشتن یا ساکت کردن مردم هم امکانش هست که تقلبات صورت بگیره، مثل انتخابات 92؟ شاید اساساً یکی از هدف‌های عمده رژیم همون هست. به خصوص در این انتخابات آمار و ارقام سازی به این هدف انجام میشه که قبل از هر چیز اون دستگاه و دم دستگاه انتخاباتی رژیم که به اصطلاح ضربه خورده از سال 88 و به عنوان رأی دزدی و تقلبات چند حتی 10 میلیونی و اینها 7-8 میلیونی منظورم هست مطرح شده توی افکار عمومی، این رو بپوشونه و طوری وانمود بکنه که گویا مثلا این انتخابات اساساً درست بوده، بر پس نتیجه گیری بکنه که همیشه آمار و ارقام درست بوده، پس کسانی که سال 88 هم روی تقلب اومدن توی خیابون اینها همه بر اساس یک توهم و دروغ بوده که عاملین استکبار اون رو ساختن. آقا شمس، البته این فقط یک حالت فرضیه داره و فرض میکنیم که اگه فرض کنیم که رژیم با تقلب به خواستای خودش رسیده تو این سالیان و میرسه، آیا میشه گفت که انتخابات نقطه قوتی برای رژیم هست، یا به بیان دیگه آیا انتخابات رژیم رو تضعیف میکنه یا تقویت میکنه؟ خب بستگی به شرایط داره، بستگی به این داره که رژیم توی چه مرحله ای هست، توی با چه مشکلاتی مواجه هست. اگر منظورتون این انتخابات معین هست، باید دید که اون هسته مرکزی که رژیم رویش متمرکز بوده توی این انتخابات و میخواسته از طریق این انتخابات به قول معروف اون نقطه ثقل رو به نحوی تقویت کنه چی هست. شیرین به نظر میرسه که اگر شما نگاه کنید عمده ترین موضوعی که مشغله ذهنی خامنه ای و اعوان و انصار و به همچنین اون جناح دیگه رژیم رفسنجانی و امثال هم توی این نقطه بوده، مسئله تحریم ها و بحران اقتصادی و انزوای بین المللی رژیم است. و الان مثلا اومدن با یک مهندسی حساب شده یک فردی رو انداختن جلو که هم خامنه ای رو راضی کنه و هم مثلا اون بخش اصطلاح دیگه رژیم، نه اون بخش خط امامی و مثلا موسوی چیش، نه همون چیزای واسط، نیروهایی که بین به اصطلاح موسوی و خامنه ای چیکار بودن، بینا بینی بودن، مثلا این کی؟ مثلا خاتمی، مثلا رفسنجانی، اینها رو بکشه زیر سیطره و روندی که خودش میخواد و خامنه ای در واقع این کار رو کرد. مثلا از یک طرف اومد هاشمی رفسنجانی رو حذف کرد که اونها سر دورایی بودن که تایید کنن بعد از اون تحریم کنن یا تحریم نکنن، در صورتی که تحریم هم میکردن باز رژیم بالاخره یک سری آمار ارقام میداد بیرون و نشون میداد که بالاخره تا اونجا که مربوط به آمار و ارقام میشه رژیم هر که تحریم بکنه نکنه اون آمار ارقام خودشو داره و شرایط هم بالاخره توی جامعه ایران طوری هست که یک عده میرن پای صندوق رای حالا به هر دلیل، و اینها این کارو نکردن و مجبور شدن بیفتن دنبال یکی از کاندیداهایی که به اصطلاح مطلوب بالاخره حد اقل خامنه ای هست، حالا نمیگیم حد اکثر، چون روحانی بالاخره یکی از کاندیداهایی هست که مطلوب خامنه ای بوده، توی دم دستگاه خامنه ای هست، همین الان هم نماینده ویژه خامنه ای هست توی شورای امنیت ملیشون. و پس با این حساب باید دید که آیا این مرکز اصلی که تمرکز روش بوده توی این انتخابات و اون هم به اصطلاح مسئله تحریم ها هست، آیا اون چنینی که یک عده توهم برشون داشته این روحانی اومده که به عنوان ناجی این تحریم ها رو لغو کنه یا نکنه؟ بحث سر این هست. خب همین سوال من هم هست، آیا روحانی گزینه ایست برای حل بحران ها و لغو تحریم ها؟ ببین من میگم نه، دلایل متعددی هم داره. اولین دلیلش اینه که اصولا اون چیزی که اگر منظور رفع تحریم ها و فشار روی رژیم باشه، این تحریم هایی که وجود داره در یک صورت رفع میشه که اینها یعنی
به بیان دیگه معلول یک سری سیاست گذاری های کلانی هستند که رژیم انجام داده تا این سالها. پس خود تحریم ها یک معلول بیشتر نیستن، علت چیزی دیگه هست. این تحریم ها وجود داره، علت چی هست؟ علت سیاست گذاری های کلان و استراتژیک رژیم است. حالا این تقابلی که سیاست های استراتژیک رژیم با جهان خارج و جامعه جهانی به اصطلاح تا این سالیان باش مواجه بوده، به نقطه تعیین تکلیف رسیده. یعنی یک سری قطعنامه ها صادر شده، یک سری تحریم هاش به وجود اومده و رژیم رو توی این منگنه قرار داده. خب رژیم آیا میتونه از این منگنه خلاص بشه بدون این که توی علت که اون سیاست گذاری های استراتژیک هست به اصطلاح عقب نشینی بکنه؟ این یک سوال هست. به همین دلیل اساساً مهم نیست که کی سر میز مذاکره مثلا هسته‌ای هست، کی سر میز مذاکره مثلا سوریه هست. مسئله اینه که روی این میز یک درخواست ها و یک دستور کاری وجود داره که با سیاست های استراتژیک رژیم از جمله صدور انقلاب و پروژه بمب اتمی که اینها برای بقای رژیم تدوین شده و سالیان سال، دهه ها سال هست از ابتدایی که این رژیم اومده رو این پروژه ها کار شده، توی این زمینه ها عقب نشینی نکنه. پس اگر بخواد عقب نشینی بکنه که مهم نیست کی هست، چه رفسنجانی باشه، چه احمدی نژاد باشه، در نهایت این عقب نشینی رو باید خامنه ای انجام بده. مهم نیست که سر میز مذاکره کدوم یکی از این کارگزارها این عقب نشینی رو انجام میدن. خب این گزینش شما توضیح دادید گزینش سازش هست. حالا اگر بخوایم به عدم سازش و تقابل بهش نگاه بکنیم چه حالتی داره؟ خب گزینش سازش اگه اجازه بدید من یک توضیح کوتاهی هم بدم که چرا من میگم به اصطلاح از اونجایی که این تقابل یک تقابل استراتژیک هست و خود تحریم ها اساسا معلول یک تقابل هستند، اینه که رژیم سیاست های استراتژیکش برای این به اصطلاح شکل گرفته که ناچار بوده چنین سیاست هایی رو داشته باشه. به دلیل ماهیت قرون وسطاییش ناچار هست. ببین رژیم دو حالت بیشتر نداره، یا اینکه مثل کشورهای مدرن امروزی بایستی در یک چارچوب متعارف به بده و بستان با جهان خارج بپردازه که لاجرم تأثیر و تأثیر متقابلی وجود داشته خواهد داشت بین مثلا تمدن غرب و مردم ایران، بین فرهنگ معاصر و مردم ایران. خب در چنین حالتی رژیم نمیتونه مثلا رسانه‌ها رو کنترل کنه، نمیتونه حتی پوشش زنان رو کنترل کنه، مسئله نقش و جایگاه زن رو کنترل کنه و بایستی با سرکوب این کار رو انجام بده. خب و چنین حالتی هم با جهان خارج داره. پس اون حالت اول که رژیم در ماهیتش نیست، یعنی که یه رابطه متعارف و بدبستان عادی و معقول، نه مثل همه کشور دیگه، حتی کشور ارتجایی هم بالاخره با توی بازی امروز به اصطلاح نقش ایفا میکنن توی بازی معاصر. پس ناچارن رژیم برای این که از این راه فرار کنه یک راه دیگه بیشتر نداره و اونم اینه که خودش رو تحمیل کنه، یعنی وزن خودش رو توی معادلات به حدی بالا ببره که جامعه جهانی، جهان پیرامون بتونه اون رو تحمل کنه. ولی جهان خارج همچنین رژیمی با این عمل کرد و با این شکل و شمایلی که داره نمیتونه تحمل کنه. پس اینجا هست که اتخاذ سیاست های استراتژیکی که وزن رژیم رو هرچه بیشتر کنه، از جمله مثلا نفوذ توی کشورهای دیگه، توسعه طلبی، از جمله بمب اتم که میتونه یک تضمینی باشه برای مثلا اون سیاست های توسعه طلبی رژیم، صدور تروریسم، صدور بنیادگذاری، دخالت در سوریه، دخالت در لبنان، همه اینها قراره که وزن این رژیم رو به اندازه بالا ببره که بتونه خودش رو تحمیل کنه، یعنی به جهانی که این شکل و این عملکرد رو نمیپذیره به زور خودش رو تحمیل کنه. پس عقب نشستن از این سیاست ها هست که میتونه تحریم ها رو
کم کنه در نتیجه. اگر قرار باشه رژیم از این سیاست‌های پایه‌ای و بنیادیش دست برداره، مثلا توی سوریه دست برداره، توی لبنان دست برداره، از پروژه هسته‌ای دست برداره، که این تنها راهی هست که میتونه تحریم‌ها رو در واقع به شکل کلی از بین ببره و حداقل به همین شکلی کنونی نگرش داره، هم حتی باید امتیاز بده چون تشدید شونده است. یعنی عنصر زمان اینجا با سرعت بیشتری داره به سمت تعیین تکلیف نهایی میره، مرحله مرحله تعیین تکلیفه. خب در صورتی که رژیم از این سیاست‌های بنیادی و استراتژیک و راهبردیش دست برداره که از اون بر امتیازی به دست بگیره بیاره که تحریم‌ها لغو بشن، رژیم دیگه نمیتونه این سیاستی که الان در داخل داره رو اجرا کنه و کنترل کنه. یعنی سرکوبی که در داخل ایران اجرا میکنه بایستی دیگه یک سری امتیازهایی رو بده به مردم و خود به خود اون عنصر سرکوب و چماق سرکوب روی جامعه تضعیف میشه اگه بخواد یک رابطه عادی با جهان خارج داشته باشه، چون بد و بهستان باید وجود داشته باشه. پس میبینیم که حتی اگر از همه اینها هم عقب نشینی بکنه، نمیتونه در داخل ایران اون سیاستی که تا به حال داشته رو به این شکل پیش ببره. در نتیجه اونجا یک تقابلی با مردم ایران داره. یعنی در خارج اگر سیاست کنونی رو ادامه بده، به تقابل کشیده با جهان خارج و این تقابل داره هزینه های سنگینی به رژیم وارد میکنه و به مردم هم، حتی مسئله تحریم ها و انزوا. اگر که بخواد از اینها عقب بشینه و سیاست های راهبردی اصلیش رو نادیده بگیره که این تنها راه هست برای به اصطلاح لغو تحریم ها، علاوه بر این که توی روابط خارجیش به اصطلاح دیگه از موضع شکننده ای برخوردار خواهد بود و نمیتونه با اتکا به وزنش خودش رو توی معادلات به اصطلاح تحمیل کنه، به یک تقابل داخلی هم که یک جامعه ناراضی و به اصطلاح در حال انفجار هست مواجه خواهد شد و اون اتفاقا روند سعودی شدید خواهد شد. یعنی اینه که وقتی میگن رژیم در بنبست هست به این راحتی نیست. مسئله اصلی هم اتفاقا مسئله زمان هست. مثلا سال 76 اگر خاتمی تونست به قول با اون شعارهای فریبنده یک کمی برای رژیم فرصت بخره، الان دیگه این فرصت خیلی کوتاه خواهد بود. امکان داره چند هفته یا مکسیموم چند ماه مثلا به این مانور سیاسی که رژیم داده تحت عنوان انتخاب روحانی فرصتی داده بشه، ولی این فرصتی هم که میره همزمان رژیم در حال خرد شدن هست، چون تحریم ها که لغو نمیشه توی این فرصت. و اگر رژیم اینجا دو حالت داره که گزینه های بعدی که گفتی چی هست، گزینه های بعدی رژیم اینه که همین حالت رو ادامه بده. یعنی چی؟ یعنی روحانی بشه احمدی نژاد دوم و همین سیاست بیدنده و ترمز خامنه ای رو کارگزاری کنه براش. خب در چنین شرایطی هم که چیزی عوض نمیشه. یعنی همین شرایطی که الان رژیم توش هست و داره خورد میشه و توی این انتخابات اینقدر دم و دود تبلیغاتی رو انداختن که کاندیداها قول دادن، همین شرایط میمونه به اضافه یک سری به اصطلاح مطالبات تحریک شده اجتماعی، یک سری انتظاراتی که توی جامعه به وجود اومده به خاطر این قول و قرارها، که خود این پس تهدیدی بیشتری هست برای رژیم. یعنی علاوه بر این که شرایط عوض نمیشه، تحریم ها لغو نمیشه، تشدید هم میشه و اثرش هم تشدید میشه، چون با گذشت زمان بحران اقتصادی شدیدتر میشه. از اون طرف اون تقابل بین مردم و رژیم هم دامن زده شده به خاطر این قول و قرارها و انتظارها. حالا حالت دیگه، گزینه دیگه خامنه اینه که بله، حالت بعدی که میتونه اتفاق بیفته اینه که خامنه ای خط خودش رو بره خط سازش، روحانی هم تکمین نکنه و جلو خامنه ای بیست. خب در چنین حالت و گزینه ای چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب همه میدونیم که خامنه ای اگر نخواد کوتاه بیاد دو راه بیشتر نداره، یک راه در واقع بیشتر نداره، و اونم اینه که این رئیس جمهور جدیدش رو خلق کنه، حالا به هر دلیلی بیاد از صحنه حذفش کنه، و اونم استیفا، که اینجا دو حالت پیدا میکنه. یک حالت اینه که خامنه ای میاد این رو حذف میکنه
چون میخواد به سیاست بیدنده و ترمز به اصطلاح ادامه بده، روحانی مخالفت میکنه. خب مخالفت وقتی تشدید بشه دو حالت بیشتر نداره، یا باید تمکین کنه استیفا بده بره، یا باید در مقابل خامنه ای بیست. در صورتی که تمکین کنه بره که باز هیچی عوض نشده، تحریم ها هم تشدید شونده تره، عنصر زمان هم اثراتش رو کشنده تر کرده و رژیم رو تو یک شرایط قرار داده که این تمام این دوم و دود و دم تبلیغی که الان داره شعارش رو میده و میخواد نونش رو بخوره و حماسه سیاسی و رأی 70%، همه اینها هم کفش میره، در نتیجه خیلی توی شرایط بدتری قرار میگیره. حالا یه حالت دیگه اینه که روحانی بخواد جلو خامنه ای بیسته. خب اگه بخواد بیسته، چون تمام اهرم‌های قدرت از قبیل سپاه، نمیدونم مجلس، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، اینا همه دست خامنه ایست. خب این تنها راه و تنها امکانی که بهش امکان مقابله به خامنه ای میده، اووردن هوادارش توی خیابون است. یعنی همون تاکتیک فشار از پایین و گرفتن امتیاز و مذاکره از بالا به قصد این که امتیاز بگیره. خب اگر چنین حالتی هم به وجود بیاد که باز یک چیزی دهشتناکتر از سال 88 خواهد شد برای خامنه ای، چون جامعه هم در حال انفجاره. پس میبینیم که اساساً این دود و دم تبلیغی که الان رسانه های رژیم و رسانه های خارجی توی بوق کردن که گویا یک ناجی پیدا شده، یک فرشته پیدا شده و اومده میخواد تحریم رو لغو کنه، میخواد ارتباط خارجی برقرار کنه، اساساً در هر حالتش برای رژیم هزینه‌زا هست و این نشون دهنده این هست که رژیم اتفاقاً با این انتخابات، با این پیروز شدنی که داره سر میده، نه تنها توی این نقطه پیروز نشده، بلکه توی یک نقطه شکننده تری از گذشته به اصطلاح قرار گرفته و این آینده نشون خواهد داد که حالا این حرفی که ما اینجا میزنیم چقدرش واقعیت خواهد داشت یا نخواهد داشت. سوال آخر آقا شمس، فکر میکنین بازنده اصلی انتخابات 92 چه کسی بود؟ منظور اگر اینجا من باید بگم که منظور اگر داخل رژیم هست که چه کسی بازنده بود و چه کسی برنده بود، یا به شکل عمومی چه کسی بازنده بود برنده داخل رژیم، به نظر میاد ببین حد اقلی رو اگه بخوایم نگاه کنیم، خامنه ای به شکل حد اقلی برنده نهایی بود. در یک زمینه برنده اصلی بود و اونم اینه که اثبات کنه که سیستم انتخاباتی رژیم سالم هست، مردم بهش اعتماد دارن، رأیاشون خونده میشه. پس اون داستان سال 88 و موسوی و کروبی، ادعاهای اونها یک چیز موهوم و بی خودی بوده. خب این برای خامنه ای خیلی مهم بود. اتفاقا یکی از دلایل عمده‌ای که میخواستن این انتخابات در هر حال این نمایش یک شور و هیجانی توش باشه، چهار تا صندوق دور شلوغ پلوغ باشه، همین بود. پس توی این رابطه خامنه ای برنده اصلی است، برنده اصلی است. توی روابط دیگه از اون رابطش با اون جناح رفسنجانی و به اصطلاح خاتمی، باز به شکل حد اقلی برنده است، یعنی حد اکثری نه. در رابطه با جناح موسوی و کروبی به شکل خامنه ای به شکل حد اکثری برنده است. در رابطه با رفسنجانی و خاتمی به شکل حد اقلی برنده است. چرا؟ چون بالاخره اونها رو کشون دنبال خودش و غیر مستقیم اثبات کرد که اون ادعاهای قبلی که اینها به نحوی حالا گوشه و کنار تا حدودی تاییدش کرده بودن، مثلا جریان 88، اینها از اون کنده شدن و اومدن زیر چتر به اصطلاح بیت خامنه ای و تأیید بالاخره یک نفری که اساسا شخصیت اصلاح طلب حتی به اصطلاح محافظه‌کار هم حساب نمیشه. یعنی یک فردی است کاملا به قول خودشون تو جنابندیشون اصولگرا و اتفاقا تا حدودی به شکل حد اقلی مطلوب خود خامنه ای هست. اگر نبود که اون که رفسنجانی رو تایید نکرد، اون رو هم تایید نمی‌کرد. حالا خب رفسنجانی هم ادعا می‌کنه که ما پیروزیم.
دخترش حتی گفته بود که هر کس ما بهش رأی بدیم اون پیروز میشه. و اینها چنین وانمود میکنن که از اونجایی که روحانی پیروز شده و به اصطلاح مطلوب حد اکثری یا کاندید حد اکثری بیت خامنه ای نبوده، پس این پیروزی از آن ماست. یعنی اینها هم به نحوی یک حد اقل به اصطلاح، توی حد اکثری که نه، توی حد اقل به اصطلاح برنده حساب میشن. پس به نظر من با این اوصاف توی درون رژیم و جناهبندی های داخلی خامنه ای برنده اصلی هست، بیت خامنه ای برنده اصلی هست و برنده فرعی به اصطلاح 50-50 که هم بازنده است هم برنده خاتمی و به اصطلاح رفسنجانی هستن. بازنده اصلی هم اون کسانی که به اصطلاح معطوف هستن به سال 88. ولی در خارج از نظام اگر منظورتون هست که کلیه این شرایطی که ما توضیح دادیم در تو وضعیت رژیم و این که چگونه به اصطلاح بعد از این حتی شکننده تر خواهد شد و وضع بدتری داره، چون عنصر کلیدی و کشنده اینجا زمان هست. این زمان هست که تأثیر تحریم ها رو هی تعمیق میکنه، دقیقا مثل یک کاردی که توی گوشت نشسته و یک وزن معینی روشه. این کارد تا زمانی که این گوشت وجود داره همجور هی پایین و پایین تر میشه، یعنی زخم عمیق‌تری رو ایجاد میکنه. تحریم ها و زمان چنین رابطه ای دارن، یعنی هرچی زمان بیشتر میگذره این زخم و اثر کشنده تحریم های هی شدیدتر میشه. در نتیجه رژیم اگر در همین حالتی هم هست که هست بمونه، در واقع بازنده است. و در نهایت حتی توی همین انتخابات هم اونهای پیروزن که خواهان نابودی کل رژیمن اتفاقا به نظر من، یعنی جنبش مقاومت به طور خلاصه مجاهدین و مردمی که کل این رژیم رو نمیخوان، چون این رژیم در یک نقطه تضعیف شده هست و این تضعیف شدگیش هم بر اساس بنبست سیاست های استراتژیکش هست و هر راهی هم همجور که توضیح دادم هر گزینه ای هم از گزینه های موجود انتخاب کنه، چه گزینه عقب نشینی و سازش و چه گزینه بیدند و ترمز و تقابل، در هر حال رژیم قدرت مانور آنچنانی نداره و زمان هم که مثل یک کارد تیز توی استخون و گوشتش نشسته و داره اون رو هم میداره. پس در رابطه بین رژیم و مردم، من فکر میکنم گروه های مخالف که نماینده خواست مردم که سرنگونی این رژیم هست، اونها برنده اصلی هستن. آقای شمس ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که دادید. پیروز باشید. خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از شما و به همچنین شنوندگان که به حرفای من گوش دادن. که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه، وانگون شبندود که با صبح بهاری شام همگان می گذرد شام شما نه، کام همگان فتی خواست و ای خواست شما نیکتر از آم شما نه، سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نروندار
نام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاری، ای ملت گریه به جزن آب شما نه. انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. کام همگان با روا کام شما نه، ایام همه خرم و ایام شما نه. ای مردم ما را به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. وندر حق فرهنگ هنر پر بر ایران، اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه. کام همگان با روا کام شما نه، ایام همه فرم و ایام شما نه. کام همگان باد روا کام شما نه، ایام همه خرم و ایام شما نه. کام همگان باد روا کام شما نه.